عزیزان کاربر، در این درس میخوام راجع به ابزاری براتون صحبت بکنم به نام براش، که در این درس راجع به کارهای اصلی این ابزار یاد میگیرید که چگونه ازش استفاده بکنید، چرا که این ابزار بسیار پیشرفته است و گزینه های خیلی زیادی داره، تروکاش های خیلی زیادی داره. به همین علت براش سری درس هایی رو در نظر گرفتم که به عنوان یک مجموعه به عنوان براش توی درس ها در اختیارتون قرار خواهد گرفت. برای اینکه بتونید این ابزار رو به دست بگیرید، در درس‌های قبلی یاد گرفتید که یکی از اون راه‌ها استفاده کردن از شورتکات کلید B بر روی کیبوردتون هست. اگر فشار بدید و نگه دارید B رو آن فلای یا به صورت موقتی این ابزار رو به دست می‌گیرید و پس از اینکه رها کنید برمیگردید توی ابزار قبلی. اگر فشار بدید و بلافاصله رها کنید ابزار رو به صورت دائمی می‌گیرید، یا اینکه بیاید توی این تول باکس اینجا انتخابش کنید. اگر ابزار دیگری رو میبینید اینجا میتونید کلیک کنید، نگه دارید و بعد براش تول اولین گزینه رو انتخابش کنید. میدونید که بلافاصله که انتخابش کردید میتونید بیاید اینجا کلیک کنید و حرکت بدید و شروع کنید رنگ کردن. رنگ فورگراند شما رو اینجا میذاره که میدونید با کلیک کردن بر روی اینجا میتونید رنگ رو هم تغییر بدید. باهاش آشنا هستید یه مقداری، دلیلش این است که توی ابزارهای قبلی زیاد ازش استفاده کردید. میدونید که میتونستید بیاید اینجا سایزش رو تغییر بدید، هاردنسش رو کم و زیاد کنید، از پریست های مختلف اینجا استفاده بکنید که اگه اجازه بدید توضیحات کاملتر راجع به پریست ها و بقیه گزینه های براشی رو توی اون سری مجموعه بهتون یاد خواهم داد. اگر اینجا بر روی این تاگل کلیک بکنید براش پنل شما اینجا باز میشه و بسته میشه، که باز راجع به براش پنل توی اون سری درس ها بهتون یاد خواهم داد. مود رو توی درس های مود یاد میگیرید، البته تو این درس یه مقداری کار میکنیم باشون که ببینید چقدر جالب میشه ازشون استفاده کرد. البته از مود هایی که توی لیرز هست استفاده میکنیم. اوپاسیتی رو بلد هستید، اگر اینکه میزانش رو کم کنید، مثلا اگه بکنینش 10% کلیک کنید و حرکت بدید 10% اومدید از این رنگ رو اینجا پاشیدید. تا زمانی که کلیکتون رو رها نکردید هر چقدر جلو عقب برید 10% رنگ پاشیدید. اگه کلیک رو رها کنید دو مرتبه کلیک بکنید 10% دیگه اضافه کردید، یعنی 20% از اون رنگ رو اینجا پاشیدید، و اگر جلو عقب برید همون میزان میمونه 20%، چرا که 10% حالا به اون 10% قبلی اضافه شده. نگاه کنید، میزنم روی F12 که برگردیم به صورت اصلی عکس رو ببینیم. اگه کلیک کنم 10% هست، اگر حرکت بدم تا زمانی که رها نکردم هر چقدر جلو عقب برم همون 10% میمونه. اگه رها کنم دو مرتبه کلیک کنم 10% دیگه بهش اضافه کردم، پس هر بار که رها کنم کلیک بکنم 10% دیگه اضافه میکنم. اجازه بدید بیارمش به همون 100%. تفاوتش با فلو در این هست که اگر فلو رو شما کم بکنی شبیه به اوپاسیتی عمل میکنه. حالا اگر بیام اینجا کلیک بکنم و حرکت بدم 10% رنگ رو میپاشم. تفاوتش با اوپاسیتی این هست که توی اوپاسیتی شما تا زمانی که ماستون رو رها نکردید همون میزان اوپاسیتی بیشتر باقی نمیمونه و اضافه نمیشه، در حالی که توی فلو اگر کلیک کنید حرکت بدید و اگر برگردید 10% دیگه اضافه میکنید، یا به همون میزانی که فلو رو انتخاب کردید. در نتیجه اگر رفت و برگشت زیادتری داشته باشید میتونید رنگ رو بیشتر بپاشید. دلیلش همین است که اینجا رنگ دانه هایی رو که از این رنگ فورگراند استفاده میکنه 10% 10% میپاشه، در حالی که اینجا اوپاسیتی رو همون میزان 10% نگه میداره. به همین علت تفاوت بین فلو و اوپاسیتی هست. ایربراش گزینه خیلی جالبی هست. اگر انتخابش نکرده باشید نگاه کنید، اگر من کلیک کنم نگه دارم 10% رنگ پاشیدم. حالا اگر ایربراش انتخاب کنم کلیک کنم نگه دارم، آروم 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 اضافه میشه به اون میزان رنگدانه ها، دقیقا مثل زمانی که نقاشا دارن دیوار رنگ میکنن و از ایربراش یا این پیستول های رنگ استفاده میکنن. اگر اینکه نگه دارن پیستولشون یک جایی رنگ پر رنگ تر میشه، چرا که حالا اشباع رنگی بیشتری اونجا داریم و موقع که حرکت میدید تا زمانی که سرعتتون کم هست رنگ های بیشتری رو میپاشید، موقع که سرعتتون زیاد بشه رنگ های کمتری رو میپاشید. در نتیجه اگه یه جا نگه دارید و یا آرومتر حرکت بکنید سرعت حرکت شما توی میزان رنگدانه ها تاثیرگذار خواهد بود. اجازه بدید بزنم F12 ریورت بشه.
گزینه آخری رو هم بلد هستید اگر انتخابش بکنید. اگر از تبلت استفاده بکنید، موقعی که مداد تبلت رو فشار میدید، سایز براشتون رو کم و یا زیاد میکنید و بقیه گزینه ها رو هم اگر اجازه بدید توی سری درس های براش بهتون یاد خواهم داد. حالا اجازه بدید خیلی ساده ازش استفاده بکنیم و کار میک آب یا آرایش کردن این خانم رو انجام بدیم. برای اینکه من بتونم پشت چشم ایشون رو مثلا آبی رنگ بکنم، میام رنگ فورگراند رو تغییر میدم به آبی، مثلا این رنگی. اوکی میکنم، اجازه بدید که مقدار کوچیک کنم و بعد اجازه بدید اینجا یک لایه به وجود بیارم. هر کار جدیدی که به وجود میاریم بر روی لایه به وجود میاریم، میدونید چرا؟ فلو رو اجازه بدید بکنم 100%. اینجا شروع میکنم به رنگ پاشیدن، بذارید یه مقدار بزرگترش کنم. حالا و بنا به اینکه کجا هستم سایزش رو یه مقدار تنظیم میکنم. بذارید اینجا رو هم رنگش رو بپاشیم، بزرگش کنم. میبینید که تقریبا اون چیزی که میخوام در اومد. خب حالا اجازه بدید که اینجا بیایم بلندینگ رو انتخاب بکنیم. هیو مثلا همجوری که میبینید پشت چشم ایشون رو خیلی زیبا سعی کردم درست کنم. ریزر رو میگیرم برای اینکه بتونم از ریزر استفاده بکنم. میتونم بیام اینجا کلیک بکنم یا اینکه برای حرف ای فشار بدم که ریزر رو بگیرم. پس از اینکه گرفتمش اجازه بدید که مقدار سایزش رو بزرگ کنم، چرا که هم میخوام سافت باشه ریزرم، هم میخوام یه مقدار سایزش بزرگ باشه که این جایی که حرکت میدم در حقیقت این لبه های براش من با سافتنس بیشتری شروع بکنه کار کردن. نگاه کنید، در نتیجه سعی میکنم اگر رو ابروش اومده پاکش بکنم. بله، حالا اجازه بدید که اینجا اپاسیتی رو بیارم پایین، مثلا نواهای چشمش رو هم درست کنم. اگه بخوام کم رنگ ترش هم بکنم، میدونید که میتونم بیام اینجا و میزانش رو مشخص کنم. به نظر میاد الان خوب باشه. بله، اجازه بدید اصلا تاپ کنم 60% مثلا. اگه بخوام رنگش رو تغییر بدم کنترل الت یو، میتونم بیام توی هیو ساتوریشن تغییر بدم، رنگ دیگه استفاده کنم. بله میبینید که میتونم رنگ مورد دلخواهم رو انتخاب بکنم. پشیمون شدم، الت رو نگه میدارم، ریست رو فشار میدم که بشه 0%. حالا اجازه بدید که زیر چشمش هم خط بکشیم، یه لایه جدید به وجود میارم، رنگم رو مشکی میکنم، انتخاب میکنم براش رو 100% هستند، یه مقدار سایزم رو کوچیک میکنم. حالا خانوما موقع که آرایش میکنن یه چشم رو میبندن، اینجا مجبور نیستید که چشمتون رو ببندید، کافیه کنترل الت زد بزنید، برگردید دو مرتبه کار رو از اول انجام بدید و تمیزتر انجامش بدید. موقعی که انتخابش کردم، حالا اجازه بدید که بریم مثلا بلندینگ اوورلی بکنیم. بله، حتی این بار میتونم باز پاکون رو بگیرم، برای اینتر میزنم، ای رو میزنم که پاکون رو بگیرم، اینتر زدم که اوورلی انتخاب بشه و بعد ای رو زدم که بتونم پاکونم رو بگیرم. اگر دوست دارم میتونم اینجا رو مقدار پاکش کنم، یا اینکه حتی جاهای رو کم رنگ تر و پر رنگ ترش کنم بنابرای اون چیزی که دوست دارم. اگه دوست دارم پر رنگ تر بشه، میتونم اپاسیتیش رو از 100% بالاتر ببرم. تعجب میکنید حتما؟ بله، میتونم 200%ش کنم. مثلا دست راست کلیک میکنم، میگم دوپلیکیت لیر، 100% دیگه از اون لایه روی اون لایه قرار میگیره، در نتیجه میشه 200%. جالبه نه؟
حالا اگه 200% خیلی زیاد هست، میتونید کمترش بکنید و بنا به اون چیزی که دوست دارید انتخاب بکنید. مثلا من اینجا رو بیشتر میپسندم. اجازه بدید که روژگونه هم براش بزنیم. در نتیجه اجازه بدید که من انتخاب بکنم قرمز رنگ رو، کم رنگ باشه مثلا. بعد اوکی کنم. حالا اینجا اوپاسیتی رو کم میکنم. بی براش اوپاسیتی رو خیلی میارم پایین، مثلا 5%. اینجا اجازه بدید یه لایه جدید به وجود بیارم، ذره بزرگش کنم اینو و بعد شروع کنم به رنگ کردن گونهش. بله. خب چشمش هم اجازه بدید رنگش رو عوض بکنیم. اجازه بدید چشمش رو انتخاب بکنیم. اول یه داپلیکیت اینجا به وجود میارم که بر روی چشم اصلیش تأثیر نذارم و توی این لایه جدید بیام چشم رو انتخاب کنم. برای اینکه بتونم انتخاب کنم از هر ابزاری میتونید استفاده بکنید. مثلا اجازه بدید من از ابزار دایره، بیزی دایره استفاده کنم. کلیک میکنم، حرکت میدم، سپیس رو نگه میدارم تا اینکه جاش رو درست کنم و اون جایی که دوست دارم در بیاد انتخابش میکنم. اجازه بدید که حالا شیفت رو نگه دارم، اینجا رو هم اضافه کنم، ول میکنم شیفت و سپیس رو فشار میدم، نگه میدارم و چشمش رو سعی میکنم که انتخاب کنم. حالا لسو رو اجازه بدید بگیرم، ال رو میزنم، الت رو نگه میدارم تا اینکه اون قسمت از بالای چشم رو کم بکنم از انتخاب. میدونید که از روش های خیلی زیادی میتونید این کار رو انجام بدید. خب حالا من چشم رو انتخاب کردم، اجازه بدید که کنترل شیفت آی برعکس بشه، یعنی چشم از حالت انتخاب در بیاد. بر روی بک اسپیس میزنم تا اینکه پاک بشه. میبینید که پاک شد، میبینید الان فقط چشم خالی رو دارم. حالا موقعی که چشم خالی رو دارم میتونم رنگش رو عوض کنم. کنترل دی میزنم که از حالت انتخاب در بیاد. موقعی که چشم انتخاب شده کنترل الت یو میزنم تا اینکه بتونم بیام اینجا. Alt Reset میکنم، اجازه بدید که رنگش رو تغییر بدم مثلا به این آبی، پر رنگ تر و یا کم رنگ ترش هم میتونم بکنم، روشن ترش هم میتونم اینجوری بکنم. اوکی کنم. حتی میتونم بیام توی بلندینگ مود ها هم استفاده کنم، مثلا سافت لایت رو. اینا رو همه رو یاد خواهید گرفت و اون چیزی که میخوام در بیارم، یا اینکه مثلا هیوش کنم. همجوری که میبینید، البته اگر از گزینه های دیگرش استفاده کنید میبینید که بعضیاش خیلی عجب و غریب هست. اگه اجازه بدید به همون حالت هیو نگهش دارم. میتونم حتی اپاسیتیش رو کم بکنم، یعنی اینکه از این رنگ جدیدی که به وجود آوردم اضافه کنم به رنگ اصلی. موقع که اپاسیتی رو کم کنم به تپ، میدونید که از رنگ بالایی اپاسیتیش کم میشه، زیریش نشون داده میشه. نگاه کنید و به این شکل میتونید رنگ چشم رو عوض بکنید. اجازه بدید بینیش رو هم جراحی کنیم. بر روی ام میزنم تا اینکه رکتنگولار مارکی رو بگیرم. انتخاب میکنم بینیشون رو. پس از اینکه انتخابش کردم اجازه بدید که اینجا بیام داپلیکیت بکنم که بر روی عکس اصلی کار نکنیم و به هم نریزیمش. بر روی این لایه کار بکنیم. میام فیلتر، دیسترت و بعد این آپشن رو انتخاب میکنم و میام یه مقدار کوچکترش میکنم، دیدنش رو البته. بر عکس میام به جایی که بزرگش کنم سعی میکنم کوچکش کنم. اگه کلیک کنم اصلش رو میبینم، اگه رها کنم جدیدش رو. یه مقدار بیشتر کوچیکش کنیم، بد نیست. حالا اوکی میکنم، کنترل دی از حالت انتخاب در بیاد. F12 میزنم که ببینید قبلا چه شکلی بوده. حالا کنترل زد میزنم برمیگردم ببینید که جدید چه شکلی است. این قبلیه و این جدید است. امیدوارم درسم درتون خورده باشه.